سلام محمد علی، بهتری؟ سلام، بهترم. خدا رو شکر که بهتری. خدا رحمت کنه پدر مادر تو. پدرت مرد بسیار شریفی بود، من از دوستانشم. من خطیبی هستم، از حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مزاحمت میشم. لازمه که یه چند تا سوال ازت بکنم. میتونی جواب بدی؟ از پدر مرحومتون درباره پرونده دکتر متین سلطان خواه چیزی شنیدید؟ چطور مگه؟ چی میخواییم بدونی؟ یه مختصر به من بگو که پدر درباره پرونده سلطان خواه با تو حرفی زده یا نه؟ مهمه که فقط اینا رو به من بگی. بابا که بازداشت متین سلطان خواه رو برای شنبه میخواست صادر کنه. یه نفر تو قوه بابت احضار متین سلطان خواه به دادگاه تهدیدم کرده. مگه سلطان خواه رو احضار کردی؟ بالاخره واسه شنبه احضارش کردم. احتمالاً همون شنبه حکم بازداشت رو صادر میکنه. بعدش هم قرار بود بازنشسته شه. همون شنبه که هیچ وقت دیگه بابا ندیده میشه. خود پدرت گفتش که میخواد حکم بازداشت متین سلطان خواه رو صادر کنه. یا از کسی دیگه شنیدی؟ از خود بابا شنید. این پرونده ربطی داره به قتل مامان بابا؟ نه، فقط یه سوال بود. در رابطه با این موضوع با هیچ کس صحبت نکن. من فعلا مرخص میشم. خداحافظ. من برای ملاقات مردمی لباس فرم پوشیدم، ولی تو بانک خیلی وقت منتظر از من. اگه موافق باشید اول تشریف ببرید بانک، بعد بیاید برای ملاقات مردم. برو باباش، باباش مفخورن الاف اونجا نشستن، کاری ندارم. برای ملاقات مردمی مهمتره. انگشتر همه اخشار اومدن؟ بله. یه باش پیرپاتال نایمده باشم؟ نه، خیالتون راحت باشم. الان نمیشه پایین. الان چون این همه دور میفردا میخورن. این بزن این خوبه. کارتون همه هنگه؟ خیالتون راحت. چون مردم خرابکاری نکنه. نه، مطمئن. بیا آقا جون شما. سلام آقای. سلام. تنها خواهش دلیرم که من مغلوم دانشگاه آزاد به قبول هم باشم برم شهری هستم پرداخت. اگه سنه لطف بگیم که اون شهری هستم قسمان دلی هم منو سرپرست خانه بدم نشدن اون شغل هم ده. آله سنه راز و استم. آبا تنها آخر دانشگاه چی میخونی شما؟ مهندسی. به هر حال خواهر من، این مشکلات برای همه دانشجوها هست دیگه، کاریش هم نمیشه کرد. ما اینجوری پیش بریم فکر کنم یکی دو سال دیگه هیچ کی دانشگاه نمیره. مشخصاتشون یادداشت کنید، شماره دانشجویی تو بده. ان شاءالله که مشکلشون حل بشه. سلامت باشید، زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ. سلام آقا دوست. سلام عرض کردم. دست بوستون. ارادت دارم. بچه‌ات بره جلوی ششم آب میشه. خدا نکنه. خوابوندنش بیمارستان، کانسر گرفته. ای بابا خدا شفا بده ان شاءالله زودتر. کم آوردم. هم تو هزینه بیمارستانی کم آوردم. هم تو هزینه دارویی. خدا ان شاءالله شفاش بده. من روزا واسم احتر وسط ندارم.
اول خدا، دوم شما، اول خدا، آخرم خدا، چشمان در خدمتتون. این مملکت به زیستی داره، هلال احمر داره، برای این وظیفه اوناست. من بیکارم، تا سه ماه پیش کار داشتم ولی توی شرکتی که کار میکردم تعدیل نیرو کردن و اخراجم کردن. چشم خانوادم به دست منه و چشم من به دست شما. خواستم ببینم چه لطفی میتونید در حق ما انجام بدید. خب یکی از مدارس شما ثبت نام کنم. انگار مدارس شما شرایط مالی رو داشتن، منم شرایط مالی طور نیست که بتونم ثبت کنم. اسم شما چیه اونجا؟ آقا تا خوبی همون؟ عرصت خوبه؟ خودت بگو دخترم. آقای سلطان کامان فوتبال بازی میکنم. بازی خوبه؟ معلومه که بازی خوبه، خیلی بهش علاقه دارم. کجا بازی میکنم؟ جایی بازی نمیکنم، هر جا رفتم به خاطر بعضی از چیزا منو رد کرد. بفرمایید خواهر. خواهر برادرم خونن، یکیشون دانشجوه، یکیشون بیکاره، یکی جهاز میخواد. باور کن نمیدونیم چی کار کنیم مگه شما به دادمون برسیم. آقای سلطان خواهر، من همینم آدست دادم. خود خواهر نه کنید. این کارا چیه خواهر من؟ جانم بفرمایید. مشخصاتشون رو بدید. بگید که داروهاشون رو تأمین کنن از سهم خودمون. یه تخفیف ویژه هم بابت بیمارستان بهشون بدن. از شما دارم. سلامت باشید. مشخصاتشون رو یادداشت کنید. ان شاءالله که ما کمک بتونیم. خدا عوضتون. خیلی ممنون. بزرگوارید. به سلامت. شاگرد زرنگا سال دیگه ببینم ممتاز باشی شما. برو به سر. برو ببخش. لطفا. توی یکی از باشگاه‌های خودمون تست بده. متأسفانه دخترمو هر جا می‌برم اسمشو می‌نویسم مافیا بازی زیاده. یکی دیگر رو جایگزین می‌کنم. به هر حال مملکت شده مافیا بازی دیگه، فقط فوتبال نیست، همه جاش همینه. آقاتون رو بگید بیان اینجا، بیان توی شرکت ما. اینجا مشغول به کارشن، شاید این کشخلقی رو بذارن کنار، اوضاع بهتر بشه. بیان اینجا من باهاشون صحبت میکنم. سرهنگ سپاهه، بگم ضد انقلابه، نگم خودم میسوزم. نگید ما رو با سپاه در نندازید، اونا هم به هر حال یک ارگان مردمی. اینا رو نگیرید آقا، این چیزا رو منعکس نکنید. من به هر حال خانم، من در خدمتتونم. مشخصاتشون یادداشت کنید ببینید که چیکار میشه کرد. آیدون تو از مسائل مهم کشور الان ترور قاضی رضایی و همسرش به دست پسرشه. ظاهرا قاضی پرونده شما هم بودن، نظرتون چیه؟ بابت اتفاقی که افتاد در مورد آقای رضایی من خیلی متاسف شدم، ولی به هر حال ایشون به شهادت رسیدن. اگرم سوالتون راجع به پرونده ایه که ما درگیرش بودیم، برای بنده و خانواده هم از این پرونده ها میسازن. یه پامون شده دادگاه، یه پامون به هر حال خونه. دکتر در رابطه با قاتل قاضی که فرزندشون هم هستن نظرتون چیه؟ چرا این اتفاقات افتاد؟ اینا به هر حال روانشناسی بشه، روانکاوی بشه. اینا مشکل در فرهنگ ما داره، ولی هر آنچه که هست ما نگاهمون به قوه محترم قضایی است. امیدواریم که برخورد قاطع بکنه. هممون در برابر قانون یکسان هستیم، فرزند قاضی و آیت الله و اینها نداریم، مردم عادی هیچی. ما در برابر قانون همه یکسانیم. سلام خانم رحمانی. پس چی اومدید اینجا؟ خانواده ها اون برن. میدونید که از خانواده ها نیستم، میدونید من کیم. بازشم نگران نباشین، همه هنگ شد. خیلی هم وقتتون نمیگیرم که به ورزشتون برسیم. شما الان باید مدرسه باشین، درسته؟ جناب بازجو، از وقتی که مامان جون و بابا جونم کشته شدن دیگه مدرسه نرفتم. خیلی حضوری دارم درسم رو میخونم. اگه اومدم اینجا، بازم حالا هوا عوض بشه. الان میخواستم اسکیت کنم که در دماغش هم نداشتم. منم حوصله بازی شدنم ندارم. بسیار خوب، من میرم. به ما گفتن که شما عزیز دردونه قاضی رضایی و همسرشون هستین. حق دارین که دل و دماغ نداشته باشین. به ما کمک کنین قاتلشون پیدا شه، روح اونام شاد شه. شما دنبال قاتل نیستید. شما دنبال اینید که یکی از اعضای خانواده ما رو گیر بندازید بعد بگید اینو قاتله. چرا همچین فکری میکنید؟ آقا دنبال من نیاد. اصلا دایی من واسه چی باید این کار رو انجام بده ها؟ دایی من روح به اون پاکی و لطیفی داره. بعدشم دایی من یه هنرمندیه که اعتقاداتش به بابا جون و مامان جونم رفته. چه این کاری اصلا از دستش بر نمیاد. روح لطیف،
دایتون بوکس کار میکرده نه؟ بله قبلا بوکس کار میکرده ورزشکار من هست منم اینجا اسکیت کار میکنم حق با شماست منم میخوام کمکش کنم آره توی بیمارستان صف کشیده بودید میخواستید ازش سوال جواب کنید اهل اینترنت هستی؟ یه فیلم از دایت وایرال شده دیدیش؟ پس الان من و شما اگه اینجا هستیم از ما بیان فیلم بگیرن فردا روزی من مردم یا یه خلافی انجام دادم میگن مقصر شمایی درسته؟ ماشاءالله به این حاضر جوابی ببین دخترم سوال منو جواب بده من برم و درکم کنی دیگه منم کارمندم باید به وظایفم عمل کنم باید کمکم کنی بله حتما کمکتون میکنم بفرمایید آزی رضایی رازی رو بهت نگفته رازی که بتونه ما رو به قاتلش نزدیک کنه میگن رازو وقتی بگی دیگه راز به حساب نمیاد اسمشو نمیشه راز گذاشت بابا جون من دیابت داشت بعضی موقعی یواشکی شکلات نعنایی برمیداشت میخورد این تنها رازی بود که به من گفته بود الان این راز به شما کمک کرد به قاتل نزدیک شدی زرنگ بازی در نیار میدونی راجب چه رازی دارم ازت سوال میکنم لطفا بابا جون در مورد پرونده هاش به کسی هیچی نمیگفتش لاقل به من هیچی نمیگفتش ما اینقدر با همدیگه حرفای دیگه داشتیم که اصلا به این جوشتا نمیرسیدیم مثلا نشدیدی که به کس دیگه مثل مامان جونت چیزی راجع به یه نفوذی بگه آه منظورتون منافق اونجور چیز هاست؟ شما خانوادگی زرنگی نه؟ این حرف که زدید الان زن بود یا مت؟ مت یه بار دیگه ازت سوال میکنم آقا جونت هیچ وقت راجع به یه پلیس یه مأمور امنیتی یا کارمند خائن اصلا اسم اکبر اصغر مثلا سهراب چیزی به کسی نگفته؟ شما اینجور چیزا رو به بچه هاتون میگید؟ بچه همون اگه اندازه شما بفهمن آره بود خب خانواده های ما به ما اینجور چیزا رو نمیگن به نظر من کسایی که میگن دایی من قاتله همون نفوذیان و به دنبال اونا بگردید بسیار ممنونم دخترم خیلی کمک کردی خواهش میکنم پدر بازجو خدا نگهدار خدافظ شما خانم این دفعه چطور بودی؟ بد نبودین آدمات بهتر از خودت بازی میکنن فقط کم و کاستی نداشته باشن خودشونو تمام و کمال میدین کسی ناراضی باشه موی دماغ بشه واسه خودت بد میشه بعد یهو دیدی اون لبه بنزین این هوا رو سرت خالی شد یه کبریت خانم خیالتون راحت باشه این اولین بارم نیست که کار میکنم فقط ایشون ببخشید خانم من همیشه به خاطر مجوزهای باشگاه از دکتر تشکر کردم الان یکی از دوستانم تو غرب تهران میخواد یه باشگاه افتتاح کنه خبری بشه تماس میگیرم حداقل توی سازمان کسی به اسم مشتاقی با این مشخصاتی که شما میگی نداری من چیزی نمیدونم فقط با یه آقای برام مشتاقی کار میکردم از آقای مشتاقی عکس داری؟ نه اگه میخوای حرفتو باور کنیم باید یه سرنخی چیزی بهمون بدی بابا ببینم فرا مادر خواب بوده عکس، آدرس، تلفن، هر چیزی که ما رو به مشتاقی برسونه وقت ما میدونیم اون عکس و آدرس و تلفن ندارم از تلفن عمومی بهم زنگ میزد آیا اوقاتم تو اینترنت مسیج میداد تو تبلت، موبایل، لپتاپ، فلش عکس یا آدرسی ازش داشتی؟ نمیدونم برید خونمون رو بگردی
خونه. بدونم هم بابا شبیه خرابه. آیدی، پسورد، همه حسابای کاربری فضای مجازی تو باید بهم بدی. یادم نمیاد. لااقل یه دونهشو باید بدی. آدمای احتمالیت قبل از اینکه ما برسیم خونتون همه مدارک رو پودرش کردن. آدمای من چیکار کرده؟ پس آدم داری؟ من؟ چی میگی؟ بالاخره من آدم کسی هم. خودم آدم دارم. موبایل، لپتاپ، تبلت اینا رو برای چی از بین بردن؟ یا خودت از بین بردی؟ مگه از بین بردن؟ ببین پسر جون، ما قبل از اینکه برسیم خونتون موبایل، لپتاپ، تبلت همه رو با اسید پودرش کردیم، که اگه پودرش نکرده بودن لااقل ما الان میفهمیدیم که این آقای مشتاقی واقعیه یا توهم مورفینیه که داری میگیری. مورفین؟ توهم؟ مشتاقی واقعیه؟ مشتاقی فانتزیته؟ تخیلته؟ این موجود کیه؟ مشتاقی مرد اطلاعات سپاه که من باش کار میکردم. همه چون میدونه پیداش کنه جواب همه سوالاتون پیشش. مشتاقی خودش گفت که از بچه های سازمان اطلاعات سپاهه، یا اینکه شما خودتون فهمیدین آقای رضایی؟ اصلا چرا شما اینجایید؟ بابای من رو با تیر دادن به جایی که برید دنبال قاتل اومدید بفنید من با کی کار میکنم. سوال و سوال جواب نده لطفا. باشه، ما هم واسه همین اینجاییم، واسه اینکه بفهمیم چرا قاضی رضایی و همسرش الان زیر یه خروار خاکن. ببینم دیگه بوکس کار نمی کنی؟ دنبال چی؟ دنبال قاتل پدر مادرت. چند وقته که دیگه بوکس کار نمی کنم. قاتل پدر مادرم نیست. اون اسلحه‌ای که به سمت پدر مادرت و شلیک شده اثر انگشت تو روش بود پسر جون. قاتل کثافت دستش دستش بود. منم اسلحه را خودش گرفتم به شلیک کردم. ولی روی اون اسلحه‌ای که به پدر مادرت شلیک شده اثر انگشت توه. من به پدرم هدرم شلیک نکردم، به اون قاتل کثافتشون شلیک کردم. مگه نمیگی به قاتل پدر و مادرت شلیک کردی؟ پس چرا هیچ خونی به جز خون پدر و مادرت تو محل وقوع جرم نیست؟ من نمیدونم کی به دست آورده. آقای مشتاقی بوکس بازی نکنی خشونت تو چجوری؟ تا حالا به زد و خورد بیرون از رینگ بوکس هم فکر کردی؟ هر دیرو حالمت اصلا مگه شما ترکیه نبودید؟ مگه بلیت برگشت دو شب بعد از شب حادثه نبود؟ اون شب تو خونتون چجوری سبز شد؟ محمد علی رضایی اون شب تو خونتون چجوری سبز شد؟ محمد علی رضایی ترکیه، شرکت نفتی گالیکو، شرکت نفتی داری کار بیزینس میکنی؟ مشتاقی هم کار بیزینس میکنه. خیلی مواظب باش پنداب ندی، با این زن زیبا و پولدار نری به سمت تک خوری. حتما خیلی هم محرمانه است. صد البته. حتما غیر ما ناجا و واجا و سپاه و هوافضا و همه میدونه. احدی نمیدونه. یه شرکت دو نفر است، من و تو. فقط من و تو. باور کن. به روح پدرم قسم میخورم. این قصه بین من و تو هست. تا به مقصد اصلی برسیم. این کار متفرقه است، دست گرمیه، اصل کار جای دیگه است. بهره برداری و مال بعدنه. پسر جان، یه نشونه به نفع خودت به ما بده که بهت کمک کنه از اینجا یه راست برگردی سر خونه زندگیت. مخصم کار نمیکنه. چرا اذیت میکنی؟ ای واقعا من قاتلم. اسمم بزنید بریم زندان. خونه ای که ماما بابام توش نیستن رو میخوام چی کنم؟ یا ما رو برسون به مشتاقی یا دستبندت میزنن. البته اگه راه دیگه ای هم هست بگو. شما از اطلاعات سپاهی؟ عکس کل نیروهاتون رو در اختیارم بذارید. چشم قربان، امر دیگه. ببینم واقعا بهت گفتم محمد صادم یا بازیته؟ کدوم بازی؟
ببینمش میشناسمش. عکس همه نیروهامونو نشونت بدیم که شناساییشون کنیم. جاسوس نیستم. فیلمی که وایرال شده چیز دیگه ای میگه مگه اینکه خلافش ثابت شه. من دیگه حرفی ندارم. اینجا هیچ کس دشمنت نیست. عجیبه که اعتماد نمیکنی. عجیب اینه که شما باور نمیکنید من مامان بابامو نکشتم. بدون اینکه قاتلش رو پیدا کنید دوباره من داره میچرخیم من سینجیم میکنید. آقای دکتر میدونستی این بیمارستان امداد هوایی داره؟ آره ولی ندیدم. منم ندیدم. هماهنگ کردم یه نگاهی بندازم. حوصله‌اش داری یه قدمی با هم بزنیم یک گپ و گفتی هم داشته باشیم؟ بازجویی به بهانه قدم زدن حرفی نیست. نه بازجویی که نیست، تبادل اطلاعات. همکارتون کجا؟ تشریف نیاوردن تبادل اطلاعات کنیم؟ اگه ناراحتتون میکنه من بیخیال شم. نه نه بدم نمیاد با هم قدم بزنیم گپ و گفتی داشته باشیم هوا بخوریم، به شرطی که تبادل اطلاعات باشه. قطعا شما اطلاعات بهتری میتونین به ما بدین، ولی چشم اگه سوالی باشه من در خدمتم. آقای دکتر این آقا محمد علی شما مواد مصرف میکنه؟ نه ولی تحقیقات میدانی ما چیز دیگه ای میگه. تو خونهشون مواد پیدا کردیم. جدیداً اخبار روزنامه، سایت، رسانه رو خیلی پیگیر نیستین شما. به همه اینا توجه کردم. اما لازمه بدونید مواد مال محمد علی نیست. مال کیه؟ برادرش محمد طه. امیدوارم عاقبت این حرفم نشه مثل موادی که پیدا کردید و خبرش توی رسانه هاست. ضمناً نتیجه آزمایش اعتیاد محمد علی اومده. من جواب آزمایش رو دیدم. فکر کنم شما هم از پزشکش پرسیده باشید. منفیه. من جواب آزمایش رو هنوز ندیدم. برادر محمد علی علنی مواد مصرف میکنه؟ یعنی منظورم اینه که به جز شما بقیه فامیل هم در جریانه؟ نه فقط من میدونم. من روانشناس محمد طه‌ام، دارم کمکش میکنم ترک کنه. این دوتا داداش از خوبای روزگارن. سوابقشون رو بررسی کردم، عکساشون هم دیدم. شکل و شمایل و روحیاتشون با تعریف شما خیلی سازگار نیست. جوونا شنیدن پیامبر موهاشون تا روی شونه‌شون بلند بوده. برای عطر بیشتر از خورد و خوراک هزینه میکردن. امام صادق شیک پوش بودن. اونام ظاهرشون رو با شنیده‌هاشون منطبق کردن. یعنی به عنوان یه دکتر روانشناس میفرمایین که جوونای موبلند تتویی دودادمی پیرو تاریخ انبیا؟ عرضم اینه که ظاهر آدم ها گولمون نزنه. هم ریش، تسبیح، جای مهر، هم تیپ خاص، تتو، موی بلند میتونه باعث بشه که قضاوت اشتباه بکنیم. من خودم مراجعینی داشتم که عاشق امام حسین بودن، اما بدنشون مثل بعضی از فوتبالیستای اروپایی پر از تتوه. درست میفرمایید. منم جاسوس نفوذی زیاد دیدم با ظواهر مختلف. پس موافقید که روی ظاهر آدم ها نمیشه قضاوت کرد؟ موافقم. مشتقی وجود خارجی نداره غیر رضایی. لااقل من به عنوان نماینده وزارت اطلاعات عرض میکنم همچین آدمی تو مجموعه نداریم. بچه های اطلاعات سپاه هم میگن همچین آدمی ندارن. ما رد همه تماساتون رو زدیم. به غیر از یه دستفروش بقیه تماسا خانوادگیه. دستفروش هم سوء سابقه نداره. یعنی چی؟ یعنی هیچ. صبح فردای حادثه یه تماس از خارج از کشور داشتی. یعنی که میدونن زنده ای. ممکنه بیان سراغت. پس تا دیر نشده حرف بزن. مشتاقی بچه های سازمان اطلاعات سپاه بود. حداقل به من اینجوری گفته بود. منم پدر مادرم رو نکشتم. ما لااقل من میدونم که تو این کارو نکردی. به یکی از دیوارا شلیک شده. معلومه کسی دیگه اونجا بوده. ولی هیچ تصویری از شخصی که وارد خونه شده تو دوربینا نیست. ماسکو دست کش داشت. با صدای جلو مامانا خواب پریدم. انگار مامانا با چیز زد. بعدش بابا آمد یه زن. تو کی هستی؟ خفه شو. رسیدم. باش گلاویز شدم.
بیرون از اسلحه‌اش یه تیر نه اکردنم خون پاچید. با این حال سعی کردم تفنگش رو بگیرم که بهش شلیک کنم. تفنگو گرفتم سمتش تیرم خطا رفت. بعد از اون دیگه هیچ یادم نمیاد. آمادگی داری بگم بچه های تشخیص چهره بیان مشخصات این آقای مشتاقی رو بهشون بدی؟ ولم کنید بابا. تشخیص چهره انجام بشه تکلیف همه مشخص میشه. اصلا اینجا چی کار میکنی؟ اگه گفتم مشتاقی وزارتینه چی میخوای؟ باریک الله میبینم خوب آموزشت دادن. با این حالت فرق وزارت اطلاعات و سازمان رو خوب میدونی. درد دارم. میشه بگیه مورفین یا مسکم هم بزنه. دکترت باید این کارو بکنه. چیز مصرف میکنی؟ نه. توی خونت گل و کوک پیدا کردن. من برسش کارم. و خواننده؟ الان جرم من چیه؟ تاتو، خوانندگی یا بوکس؟ شما متهم به قتل پدر و مادر آقای محمد علی رضایی. محمد علی رضایی تا امروز ممنوع الملاقات بوده. شما چرا هر روز اینجا این خانم؟ تو خونه طاقت نمیارم. دل تو دلم نیست. دلم اینجاست. رابطش با پدر مادرش چطور رود سر جنگ داشت؟ جنگ؟ محمد علی عاشق پدر مادرش بود. به جز دختر خاله پسر خاله شما؟ نشون کرده محمد علیه. چقدر اهل اینترنت فضای مجازی اینجور چیزاست؟ کم. دیر به دیر پیاماشو سین میکنه. معمولا وقتی آدم باش کار دارم بهش زنگ میزنم. اهل مواد هست؟ مواد؟ مواد مخدر. تو خونش هم گل پیدا شده هم کوک پیدا شده. نه محمد علی ورزشکاره. مواد مال اون نیست. موادی که تو خونش پیدا شده مال کیه؟ اذیتش نکنین. از یه آدمی به نام مشتاقی با شما تا حالا صحبت نکرده؟ مشتاقی؟ بله. نه محمد علی خیلی تو داره، زیاد حرف نمیزنه. تا حالا خشونت ازش دیدین؟ دعوا و کتککاری؟ نه محمد علی جدی هست ولی اهل دعوا و کتککاری نیست. محمد علی پدر مادرشو نکشته. خیانت چطور؟ چرا این سوالو پرسیدی؟ فیلمی که ازش وایرال شده رو ندیدی؟ نه. چه فیلمی؟ به شما گفته بود کجا میره؟ به من گفته بود میره یه سفر کاری ترکیه. گفته بود با کی میره؟ نه نگفته بود با کی میره. با کی رفته؟ از یه معامله نفتی تا حالا با شما صحبت نکرده بود؟ نه گفتم که خیلی کم حرفه. میخواییم ببرینش زندان؟ واسه سفرش به ترکیه بوده؟ به خاطر کسیه که امروش بوده؟ محمد علی قاتل نیست. گذشتش اذیتت نمیکنه؟ محمد علی گذشته بدی نداره. تتو، خالکوبی، رپ زیرزمینی، مسابقات بوکس غیرقانونی. یه مقطعی از زندگیش بوده. خودش هم خیلی جاهاشو دوست نداره. همه ما یه تیکه‌ای از زندگیمونو دوست نداریم. نشنیدین که مطلب خاصی تو اتاق عمل گفته باشه؟ معمولا تو اتاق عمل مطلب خاصی نمیگن. اگه هم گفته باشه چیزی به من نگفتن. از من نشنیده بگیرید. تازگی ها با خانم مقدمی چفت و جور شده. اگه اونو سینجین کنیم به یه مطلبی میرسیم. چیکوپوکش همه با خانم مقدمیه. خانم مقدمی موقعی که داشت به هوش میومد شما تو اتاق بودی؟ من تمام مدت کنارشون بودم. بعد یه تایم کوتاهی رفتم استراحت کردم، زود برگشتم. چیز خاصی نمیگو؟ اسمی؟ حرفی؟ نه فقط موقعی که داشت به هوش میومد پدرم و درش رو صدا زد.
بعد از اینکه باباش اومد چی؟ مطلب خاصی نگفته؟ از مادرش حرف زد، از پدرش حرف زد، از نامزدش گفت، همون دختره که بیرون هست، هر کاری میکنیم نمیره، از در بیرونش میکنیم، از پنجره میاد تو. چیز دیگه ای؟ نه، همین. شما تا حالا خوشونتی دیدین ازش؟ خوشونت؟ نه بابا، برای تتوهاش میگین؟ نه، حالا در مجموع. راستش بند خدایی انگشترم به من داد. آره، این انگشتره رو به من دادم. میتونم اینو داشته باشم؟ بله. ببخشید، میشه به من بگین جرمشون چیه؟ خدمت شما باشه. شما چند درصد احتمال میدید که محمد علی رضایی خودش به خودش شلیک کرده باشه؟ من حدس میزنم توی درگیری آسیب دیده باشه. آی دکتر، ما با حدس شما به جایی نمیرسیم. تشخیصتون چیه؟ تشخیص با من نیست. از تشخیصش با کیه؟ نمیدونم. یه جرمشناس بیارید، یه کارگاه بیارید. در هر صورت تخصص من نیست. چشم، این کارو میکنی. ایشون بازپاس ویژه قتل پدرتون هستن، جناب گلباشی. اینجا یه فنجون قهوه پیدا میشه، البته بدون شیر و بدون شکر. بله. ممنون. سلام. علیک السلام. از صمیم قلب هم به تو و هم به خودم تسلیت میگم. روح به در مادرت شاد. محمد علی رضایی، فرزند شهید رضایی، دانشجوی دکترای اقتصاد که البته یه مدتی سر کلاس نمیره، رپر، بوکسور، ساکت اما پرهیاهو. من اونی که اون آقا گفت هستم. تو اونی که من گفتم هستی؟ بله، راست میفرمایید. من اونی که میگه هستم سید. خب خیلی خوبه. این که میدونی کی هستی یعنی این که هوش و حواس سر جاشه. این البته اونی نیست که من میخواستم، چون این هم شیر داره هم شکر، ولی به هر حال ممنون. ببینی محمد علی، همیشه اون چیزی که میخوای نمیشه، ولی خب باید ساخت، باید ساخت و ساخته بشه اون چیزی که میخوای بشه. قهوه خور هستی؟ بله، ولی الان نه ممنونم. بهتر، چون ممکنه با دارویی که داری میگیری تداخل داشته باشه. سید معروف، تعریفتون از بابا خیلی شنیده بودم. نمیدونستم باز پرسه پرونده شدی. خوبه، دلم یکم قرص شد. یکم؟ بیهزا؟ پرونده شهید رضایی و همسرش چند روز پیش بهم ابلاغ شد. بررسیش تا امروز طول کشید. دیر که نایمدن؟ نه، من همه چی به بچه های اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات گفتم. حتی آقایی ناجا، افسرهای امور جنایی هم گفتم بهشون. وزارت اطلاعات یه گزارش یه فیلم گذاشته رو پروندت. زد فیلم رو دیدم. اون فیلم، فیلم قدم زدن یه خانم ایرانیان اصل طبعه انگلیس، نماینده شرکت نفتی ویتو و گالینگو، تو فرودگاه و کوچه پس کوچه های استانبول با محمد علی رضایی، ورزشکار نه چندان پولدار ایرانی.
چرا یه همچون اویی با یه همچون توی پریده؟ شاید هم هنوز میپره. محمد علی، چرا دو روز زودتر از تاریخ بلیت برگشتت بدون اون خانم از ترکیه برگشتی ایران رفتی خونه؟ اونم درست همون شبه که به قول خودت یه قاتل حرفه‌ای اومده خونتون و رفته بالا سر پدر مادره. بچه‌های اطلاعات سپاه تو بازرسی خونتون چند تا کارت شناسایی پیدا کردن. جالبه. یکیش کارت شناسایی مهندس پالایش با عکس خودت و اسم غیر خودت. یکی دیگهش مهندس اکتشاف نفت، بازم با عکس خودت و اسم غیر خودت. یکی دیگه هم هست، کارشناس امور ارزی بانک مرکزی، بازم با عکس خودت و اسم غیر از خودت. و این یکی کارشناس وزارت اقتصاد و دارایی، اتفاقا اینم باز با عکس خودت و اسم غیر از خودت. محمد علی بیزینس نفت میکنی؟ ها؟ چرا جواب نمیدی؟ الان بعضی از آقازاده ها دارن این کار میکنن. البته بعید میدونم شهید رضایی شما رو اونجور بار آورده باشه. جواب بده. این کار متفرقه است، دستگرمیه، اصل کار جای دیگه است. بهره برداری اون مال بعدنه. حواست خوب جمع کن. من که نباید میگفتم همه بچه های اطلاعات سپاه به زهر اطلاعات گفتم، همه اونا هم به عنوان ضابط همه سوال جواب رو به شما دادم. شما همه رو خوندی سید. چرا نباید میگفتی؟ بهت گفتن نگی؟ آقا دارین چی کار میکنی؟ من کاری نمیکنم، دارم با پسر همکار سابقم گپ میزنم، قهوه با شیر و شکرم میخورم که اصلا برام خوب نیست. همین. ضربان قلب این مریض بالا رفته، این مریض براش استرس خوب نیست. شما به من گفتی 10 دقیقه میای اینجا، الان حدود 1 ساعت شده. خانم من به اندازه خوردن این فنجون قهوه اینجا بودم، حالا 1 دقیقه کمتر یا بیشتر، ولی خب باشه اگه شما میفرمایید. چش، من میرم بیرون. من که نمیدونم با شما چی کار کنم. محمد علی پدرتو بیشتر دوستش یا مادرتو؟ سید اینجا مهد کودک نیست، الان هم دیگه که جفتشون نیست. حالا دیگه چه فرقی میکنه؟ دربارا تحقیقات کرده بودم، میدونستم چه مهارتهایی داری، ولی فکر نمیکردم اینقدر خوب قصر در بری، مخصوصا از زیر سوال پرسیدن. بچه های حفاظت قوه قضاییه یه فیلم از دوربینای دفتر پدرت پیدا کردن که باهاش برخورد لفظی داشتی حدوداً 2 ماه پیش. برخورد لفظی؟ یه صحبت پدر پسر رو نبودی. موشی شهادت داده که با داد و فریاد قیس باهاش حرف زدی، تهشم غر کردی رفتی. دستگیری کله گنده ها که خود مردم بهشون اقبال نشون دادن به این سادگی نیست. بری طرفشون میگن دارن جنایی برخورد. اینا قبل از اینکه دزدی کنن پایگاه اجتماعی درست میکنن، جفسازی میکنن، یه کاری میکنن امثال شما. مثل امی الان داد بزنید همه دزدن، همه فاسدن. اجرای هفتسر سر اصلیش رسانه است، اینم جفسازی اوناست. بعد وقتی میری باشون برخورد میکنی میگن همه فاسدن. چرا فقط با من برخورد میکنی؟ یا با اون کسایی برخورد میکنه که نهادهای دامی رو وارد میکنن، تعمیم میکنن، یا اون کسی که لوازم یدکی میاره، یا اون کسی که مواد اولیه میاره، اونا کجا فاسدن؟ اگرم بخوایم با همشون یه جا برخورد کنیم، میدونی چی میگن؟ میگن دارن کودتا میکنن. ببین پسرم، ماشو
آرامش مردم رو گروگان گرفتن. اینا رو افکار عمومی کاری کردن که اگه ما بخوایم یه دفعه کاری بکنیم، بعد دیگه از مردم که حساس هستن میگن محاکم قضایی به جای اینکه بیاد با فاسد مبارزه کنه داره برای مردم اشکال تراشی میکنه. اینا سال هاست دارن این کارو میکنن، افکار عمومی رو مال خودشون کردن، فضای مجازی رو مال خودشون کردن، ماهواره ها رو مال خودشون کردن، خبرگزاری ها رو مال خودشون کردن. جو روانی رو باید مدیریت کرد. محمد علی، من خودم همش رو اجمز میکنم، خیلی نیستم، خیلی جلوه میکنم. جو روانی؟ الان یعنی من تحت تاثیر جو روانی هم؟ تو اطرافیانشون، تو خانوادهشون، به هر کی که به اینا در ارتباطه، برید بین مردم ببینید چی میگن راجع به تو. این فضای آلوده داره مسمومت میکنه محمد علی. مردم رأی میدن، یکی میره تو شورای شهر، یکی نماینده میشه، یکی هم رئیس جمهور میشه. خودشون باید حواسشون رو جمع کنن. من نمیتونم با رئیس جمهوری که چند ده میلیون رأی آورده و الان رأس قدرته بهش بگم که حرفا چیه پدر من؟ اینکه مردم انتخاب کردن که نشد حرف. بگیرید چند تا اینا رو بچسبونید میخ دیوار که بقیه اینا بترسن. مرگ یه بار میاد سراغت. من نمیدونم چرا به جای که اینا بترسن شما میترسین. من ترسوام؟ یکی از این مفسدای اقتصادی رو گرفتیم، انداختیمش زندان، الان دارن قهرمان ملی معرفیش میکنن. فکر کردی من دلم نمیخواد؟ اگه دست من بود محاکمشون میکردم، طبق قانون مینداختمشون گوشه زندان یا میچسبوندمشون کنار دیوار. تو خامی هنوز؟ این دوران جوونی دانشجو تموم میشه، چند وقت دیگه میخوای ماشین بخری، میگی یه ماشین 4 مدل بالاتر بخرم، آپارتمانمو 15 متر بزرگتر کنم، اون وقت همین حرف رو میزنی؟ باش، من خوابم، ولی من دیگه بریدم. کجا میری محمد علی؟ بفهم خانم، اگه مریض حالش بده دکترشو خبر کنید، اگر تشخیصتون اینه که حالش بد نیست لطفاً انقدر نرید بیایید. دکتر غفاری هستم، رئیس بیمارستان. ها بله، بفرمایید. خانم دکترشو خبر کنید. اونجا که اوین نیست آقا. اگه اوین بود که شما با من اینجوری نمیتونی حرف بزنی. شما به کارت برس دکتر شو. مدوزولام لطفا. آقای رضایی نگران نباشید. تا وقتی اینجا هستید مسئولیت سلامتیتون با ماست. زخمش جوش خورده. جوون قویه. یکم نیاز به استراحت داره. نیاز به استراحت داره. چرا کسی مشتاقی رو پیدا نمیکنه؟ دستگاه اطلاعاتی، آبایی، ناجا، واجا، چرا هیچ کاری نمی کنه سید؟ این آقای مشتاقی که میگی اگرم وجود خارجی داشته باشه احتمالا کارت شناساییش جعلی بوده. شماره تلفنی که بهت داده به اسم یه دستفروش ثبت شده، پیاماتون هم تو فضای مجازی که همش به رمز بوده. پازلتو چیدی محمد علی، اما بعضی از تیکه‌هاش جابجا شدن. برای کامل کردنش یا ما باید علم غیب داشته باشیم که نداریم، یا تو باید اون تیکه ها رو بذاری سر جاش که داری قصر در میری. تو کاشتی پسر، فکر نمی کردم تو در روز دیگه هم بیایی. تو چند ساعت آوردیش. آفرین، همت گم رفیق. حالا ببین بعد این های بوده بوده کاسب شدیم یا نه. باید من کاسب شده باشی، زحمت کشید. میدونستی خیلی از این مسئولین وزارت نفت و نمیدونم بازرسا و قضات و اینا فیلمشون تو این هارداست که الان وقت باج دادنشون. تو هم خیلی زحمت کشیدی، یا کار سختی بود خیلی، اما خوب از پسش برمدی. آفرین. از این به بعد دیگه تو همه کارهای خودم هست، کنارم، یه جورای شریکم. خیلی خستم. خیلی خسته نباشی، میری خونه خوب استراحت میکنی و میگیری میخوری.
اصلا خودم میرسونمت. زحمت بشه. ابو این چه حرفیه؟ رحمته. بریم. بریم. سمیه هرزه به تنه بعضی درخت ها سفت و سخت چسبیده پیچک حتی گاهی رفته بالا پیچک از دوش مترسد چکه سمیه هرزه قیچی باق بون آخر دم پیچک و میچینه خود پیچکم میدونه آخر قصه همینه عمر پیچکای هرزه به یه نیش قیچی بنده بوی عیدی که می پیچه لبای قنچه می خنده